حجت الاسلام سید علی عطالقانی خطیب حسینی و آقای مصطفی سودانی مداه اهل بیت علیهم السلام و جمعی از فعالان دینی و مذهبی عراق با بزرگ مرجع جهان تشیع حضرت آیتالله ازما، سید صادق حسینی شیرازی مدظل العالی در شهر مقدس قوم دیدار کردند و مورد استقبال معظم الله قرار گرفتند در این دیدار مرجع علی با اشاره به آیه 43 سوره شورا فرمودند عراق بسیار به عزم نیاز دارد چرا که در سه دهه گذشته یعنی در دوران سیاه حکومت بحثی ها جز اندکی امکان فعالیت و کار برای پرورش جوانان وجود نداشت ولی امروزه با فراهم شدن زمینه آزادی و با وجود امور منفی و وجود مشکلات این کار ممکن شده است ایشان در تبیین وضعیت و شرایط برخی از جوانان فرمودند علت وجود برخی جوانان سبکسر و بیپروا که از دین اطلاعی ندارند و به دین پایبند نیستند آن است که حجت بر آنان تمام نشده اما در میان آنان شایستگی هایی وجود دارد که امکان دارد از میانشان افرادی مانند ابوذر، سلمان، امار و جزئان سر برآورد. مرجع قدر جهان تشیع با شرح بخش از تاریخ پیامبر اسلام و سختی های فراوانی که در راه تبلیغ و تبیین دین تحمل کردند افزودند انسان باید عزم پیامبر را الگوی خود قرار دهد انسان اگر از و اراده ای استوار داشته باشد حتما به موفقیت فراوان دست خواهد یافت اما اگر در راه هدف مقاومت نکند امور منفی و مشکلات او را از پای در خواهند آورد و او را از رسیدن به موفقیت باز می‌دارند. در زندگی و در این عرصه انسان باید علا وجود تمام مسائل منفی و موانع پیش برود و از پای نیستد. معظم الله در ادامه توضیح دادند عراق به فداکاری نیاز دارد و منظور فقط فداکاری با جان و مال نیست بلکه به فداکاری صرف زمان نیاز دارد که نشستن با جوانان و شنیدن حرفهایشان و راهنمایی و ارشاد آنها از این جمله است سالانه ده ها میلیون نفر از سراسر سر جهان به قصد زیارت عطبات و عالیات در شهرهای مقدس نجف، کربلا، کازمین و سامر را وارد عراق می شوند. در این سفرها و جا جایی زائران با جوانان عراقی مواجه می شوند و از رفتارها و گفتارهای آنان اثر میپذیرند. سپس آن را به کشورهای خود و سراسر سر جهان منتقل می کنند و در نتیجه تغییر و استهاد حاصل خواهد شد.